سلام سلام سلام، چطورید رفقا؟ امیدوارم حالتون خوبه خوبه خوب باشه. امروز یه خبر براتون آوردم، بمب. یعنی جزئیات خبر رو که بهتون بگم اینجا در جا کرکوپرتون میریزه. بدون معطلی بریم خبر رو بهتون بگم، اما قبل شما هم یه لطفی کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید، یه کامنت کوچولو هم برامون بذارید. بریم با هم دیگه بیه. خب، ویدیو امشب مربوط میشه به ندا یاسی، شاخ همیشه در صحنه ای که حاشیه‌های زیادی توی چند وقت اخیر درست کردش که یه تکونی به فالووراش بده. ندا یاسی تا همین چند وقت پیش ساکن کانادا بودش، ولی وقتی دیدش که همه شاخهای مجازی توی ترکیه ساکن هستن و هزینه و مالیات کمتر دارن، درآمد بیشتری از پیجای اینستاگرام و سایت‌های شرط بندیشون به دست میارن، گفت چرا من تو کانادا بمونم؟ خب منم پا میشم میرم ترکیه مثل بقیه شاخهای مجازی. همین شد که اومدش ترکیه و به فکر بیشتر کردن فالووراش افتاد و شروع کردش به حاشیه سازی‌های جدید. اولش مدعی شد که یه ارتباطاتی با تتلو داره و قراره با هم دیگه یه دیدار بذارن و یه ویدیو مشترک با هم ضبط بکنن. از شانس بد ندا یاسی، همزمان با اینکه ندا یاسی میاد ترکیه، میلاد آدمی اونور توی یه دونه مستند تلویزیونی همه سرکرده های سایت های شرط بندی رو لو میده که اسم ندا یاسی هم توی اون مستند میاره، که بعد از اونم قوه قضاییه و پلیس ایران مدعی شد که تمام افرادی که میلاد آدمی ازشون نام برده رو اینترپل میکنه و میخواد برگردونه ایران. همین شد که ندا یاسی هم یه ذره ترسید و یه مدت کلن ازش خبری نبود. بعد یهو پیجش تو حالت ریممبر رفت و کلن خبری ازش نبودش و یه شایعاتی توی شبکه‌های مجازی پخش شد که ندا یاسی مرده و دیگه زنده نیستش. به خاطر همین هم اینستاگرام پیجش رو به این حالت در آورده. ولی خب قطعا دلیل گم و گور شدن ندا یاسی بی ربط به پرونده میلاد حاتمی و لو دادن ندا یاسی نبوده. بالاخره ترکیه هم بیخ گوش ایران و همونطور که میلاد حاتمی رو تونستن ایرانی بیارن ایران، ندا یاسی که عددی نیستش. ولی بعد از مدت ها بیخبری از ندا یاسی، بالاخره امشب یه چند تا استوری از خودش گذاشت و معلوم شد کلن خبر مردن کشک بوده و همش به خاطر فرار از دست مامورای اینترپول بوده. بعدم توی استوری نوشت سلام، تا دم مرگ رفتم ولی نمردم. و توی یه استوری بعدی هم نوشتش که اگه قرار بشه از آسمون یه شهاب سنگ بیفته و بخوره تو سر یه نفر، اون یه نفر قطعا منم. آخه اینم شد زندگی. بعدم توی یه استوری دیگه ادامه داد که خستم و تازه میخوام برم یه دو سه ماه استراحت کنم به خاطر این بلا و مصیبتایی که سرم اومده. شاید اصلا یهویی دیدید برگشتم کانادا و از کانادا براتون لایو و استوری گذاشتم. ترکیه دیگه جای من نیست، مردم و زنده شدم. خلاصه که مثل اینکه این مخفی شدن خیلی براش سخت بود و میخواد فرار کنه از ترکیه، برگرده دوباره کانادا. باید ببینیم که در ادامه این کارو انجام میده یا همه اینو باز برای حاشیه سازی و اومدن روی خبرهاست. اما ندا یاسی توی پیجش هم یه پستی گذاشت و گفتش که یه لایو قراره بذارم و یه سری عکس‌ها و ویدیوهایی که برای اولین بار قراره پخش بکنم و توی این لایو براتون نشون میدم و تمام حواشی که این چند وقت پیش اومده رو براتون توضیح میدم که کلن داستان چی بوده. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که مطمئنم فراموش نکردید. حالا که تا اینجای ویدیو اومدید، شانس اینو دارید که یکی از این دوتا ویدیویی که این دو طرف داره بهتون پیشنهاد میشه، یکیشو روش کلیک کنید و یه ویدیوی جذاب دیگه هم از کانال ما ببینید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.